یا عالی. خودتو معرفی میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود اعتمادپور هستم یا غلام علی اعتمادپور، اهل دسفو، استان خوزستان. چرا دو تا اسم داری؟ به خاطر اینکه پدرم اسمو گذاشته بود مسعود و پدر بزرگم گفته بود اسم اینو چی گذاشتی؟ پدر بزرگم علی اسمش بوده، گفته بود مسعود، گفته بود نه این اسمش باید غلام علی باشه، هم غلام علی شد هم مسعود. الان تو شناسنامه کدومه؟ مسعوده. ولی غلام علی صدا میکنن؟ غلام علی صدا میکنن. حالا ما بگیم غلام علی یا بگیم مسعود؟ هر کدوم راحت تری. آقا غلام علی، عرض کنم که سوادت چقدر، مدرک تحصیلی چیه؟ اول راهنمایی هستم. این 6 کلاس سواد داری درسته؟ بله. برای چی اومدی رئیس جمهور بشی؟ به خاطر اینکه میخوام دنیا رو در ساحل صفا بکنم، دنیا رو طوری بکنم که ایشالله امام زمان هر چی سریعتر میاد. اما اگر همه سر شروع بودن و اینا دعوا کن بودن، امام زمان هیچ موقع نمیاد. خدمت رو عرض کنم، من به خاطر اینکه به دین عرفانی رسیدم، بهم گفتن و اینا به دین عرفانی رسیدم، با دینم میتونم، با دین و ایمانم میتونم دنیا رو در سال صفا بکنم. رابطه بین عرفان و سیاست چیه؟ نمیدونم. شما چجوری میخوای با نگاه عرفانی دنیا رو پر از صلح و صفا کنی؟ خود دیگه تا حالا امتحان کردم، من 3 پیشنهاد دادم. چه پیشنهادی؟ یه پیشنهاد دادم به آقای ناطق نوری، اولین پیشنهادم این بوده به آقای ناطق نوری، علی اکبر ناطق نوری رئیس مجلس بود. گفتم سال 66-67 اومده بود دسپو، بعد جلوشو گرفتم، جلوشو گرفتم و اینا. خدمت رو عرض کنم، گفتمش که آقای ناطق نوری جنگ رو میخوام تمامش بکنم. گفت چجور؟ گفتم حضرت علی گفته یه سیلی به جای یه سیلی. بعد خدمت رو عرض کنم، گفت چشم، میگم به امام خمینی رحمت الله علیه میگم. امام خمینی رو گفتن و اینا، امام خمینی رو گفتن، بعد امام خمینی هم دستور داد که بغداد رو زدن. بغداد هم بلند شد. بغداد رو زدن پیشنهاد شما بوده؟ آره، پیشنهاد من بوده. بغداد زدن، بعد بلند شدن تهران رو زد با موشک موشک یه متری، یه متری نه نه متری. دسپور نه متری بوده، موشک های نه متری زد دسپور، یه متری ها رو میزد تهران. موشک یه متری زده بود تهران، بخاطر اینکه خرجش رو زیاد کرده بودن تا برسن تهران. نه متری نمیرسه تا تهران. بعد خلاصه خدمت هستم، اینجور شد که کربلا وقتی بغداد رو زدم جنگ تموم شد. دوست داری رئیس جمهور شدی مسعود صدا کنن یا غلام علی؟ غلام علی. خودت به چی رنگ میدی؟ آقای رفسنجانی. اگه رئیس جمهور بشی این آدمایی که من میگم توی کابینت میذاری؟ آقای خاتمی چه پستی بهش میدی؟ آقای خاتمی ایشالا اگر من رئیس جمهور شدم معاون سمت راست هم میذارمش. معاون سمت راست یعنی چی؟ یعنی کسی که محرمترین آدم تو مثلا مملکت. آقای هاشمی رفسنجانی چی؟ آقای هاشمی رفسنجانی دیگه چرا خوش رئیس جمهور بوده. احمدی نژاد چی؟ احمدی نژاد رو نمی‌شناسم. نمی‌شناسم. قالیباف چی؟ هم نمی‌شناسم. قالیباف هم نمی‌شناسم. لاریجانی چی؟ آقای لاریجانی چرا می‌شناسمش؟ چه پستی بهش میدی رئیس جمهور شدی؟ ایشالا بره داخل دوباره شبکه صدا سیما. بره داخل شبکه صدا سیما چیکار کنه؟ به مسئول شبکه صدا سیما بوده آقای لاریجانی. دوباره بره جا خودش. آره، با خاطر اینکه تلویزیون خیلی به قول خودمون برنامه‌هاش اینا با معنا بودن، با تقوا بودن. الان که اومده تقواش رفته؟ تقواش نرفته ولی خب خوبه هم، اما به خوبی به آقای لاجایی نمیرسه. سرداری؟